استیبل کوین چیست؟ ارز دیجیتال با ارزش پایدار یا استیبل کوین مدل و نوع جدیدی از رمزارزهاست که قصد داره به کوین ها ثبات قیمتی ببخشه. این نوع از ارزهای دیجیتال ارزش ثابت و مشخصی دارن و اغلب توسط دارایی های ذخیره شده مثل دلار، یورو و غیره پشتیبانی میشن. به عبارت دیگه استیبل کوین ها به ارزهای دیجیتالی گفته میشه که ارزششون به ارزهای دولتی گره خورده. ارز دیجیتال تتر یه نمونه شاخص از ارزهای دیجیتال با ثباته. سلام، به کانال خودتون نیواک تیوی خوش اومدین، جایی که قراره راجع به سرمایه گذاری درست و مدیریت مالی صحبت کنیم. لطفاً کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و کانال ما رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشن. اگر میخواین از ما حمایت کنین، لطفاً همین الان این ویدیو رو لایک کنید. بیت کوین در حال حاضر محبوب ترین ارز دیجیتال موجود در دنیاست. با این حال نوسانات قیمتی فوق‌العاده زیادی رو تجربه میکنه. اما استیبل کوین یک نوع کریپتوکارنسیه که برای کاهش نوسانات قیمت طراحی شده و به عنوان ذخیره کننده ی ارزش و همچنین به عنوان وسیله‌ای برای مبادله مورد استفاده قرار میگیره. استیبل کوین به یه دارایی ثابت وابسته است و این دارایی ثابت میتونه هر چیزی باشه، از طلا گرفته تا ارز فیزیکی یا دارایی که بشه قیمت اون رو مشخص کرد و در مورد اون به توافق کلی رسید. به دلیل ثبات قیمتی که استیبل کوین ها دارن میشه از اونا واسه بعضی از کارکردها مثل مبادلات در حد متوسط، صورت حساب و ارز مناسب برای خرید در فروشگاه ها استفاده کرد. سازنده استیبل کوین. استیبل کوین ها معمولاً سازنده فردی ندارن و یک شرکت بزرگ پشتیبانی و ساخت اونها رو به دست میگیره. صرافی های بزرگ واسه آسون تر کردن مبادلات مالی برای کاربران و برای ایجاد شرایط ایدئال برای اونها از چنین امکاناتی استفاده میکنن. همچنین بانک های بزرگ و نهادهای مالی وابسته به دولت ها مراجع اصلی ساخت این ارزهای دیجیتال هستند. دلایل ثبات قیمت. دو دلیل اصلی برای ثبات قیمت ارزهای دولتی وجود سرمایه پشتیبان و همچنین یک سازمان مرکزی مثل بانک‌ها واسه اتخاذ تصمیمات مهم در زمان‌های خاص در بازاره. از اونجایی که ارزهای فیات یا ارزهای دولتی به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی وابستن و توسط اونا پشتیبانی میشن، از نوسانات شدید قیمتی در امانن. ارزهای دیجیتال هر دوی این ویژگی‌های کلیدی رو ندارن. نه سرمایه پشتیبانی برای اونا تعریف شده و نه یه سازمان نظارتی و مرکزی میتونه ارزش اونا رو کنترل کنه. استیبل کوین ها در واقع پلی میان این فاصله خالی ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال ایجاد کردن. استیبل کوین با پشتوانه ارز سنتی. محبوب ترین نوع ارزهای دیجیتالی پایدار استیبل کوین با پشتیبانی ارز سنتیه که به عنوان پکت کریپتوکارنسی هم شناخته میشه. این نوع ارز دیجیتالی پایدار توسط یک دارایی سنتی مثل پول ملی یا طلا حمایت میشه. هر استیبل کوین با نسبت 1:1 به دارایی گره میخوره. همچنین یکی از جنبه های منفی این نوع از ارزهای دیجیتالی پایدار ساختار متمرکز بودن اونه. برخلاف بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده دیگه که ساختار غیر متمرکزی دارن. استیبل کوین ها با پشتوانه ارزهای دیجیتالی. این استیبل کوین ها با استفاده از ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین یا اتر پشتیبانی میشن که دارای ساختار غیر متمرکزی هستند. از اونجا که مقدار ارزهای دیجیتالی که از این ارزهای دیجیتالی پایدار پشتیبانی میکنن بیشتر از ارزش خود استیبل کوین هست، هر گونه نوسانات قیمتی در این ارزهای دیجیتال روی ارزش استیبل کوین تاثیر نمیذاره. استیبل کوین های بدون پشتوانه. ارزهای دیجیتالی استیبل کوین بدون وثیقه یا پشتوانه توسط هیچ نوع دارایی پشتیبانی نمیشن. در عوض اونا از الگوریتم هایی برای تنظیم عرضه و تقاضا استفاده میکنن تا ارزش سکه پایدار بمونه. در نتیجه نیازی به پشتوانه برای ارزش افزوده این توکن ها نیست. در واقع این استیبل کوین ها به قراردادهای هوشمند جهت عرضه در بازار متکی هستند. و در نهایت بریم سراغ کاربرد استیبل کوین ها. امکان استفاده از استیبل کوین ها برای خرید و فروش های روزمره وجود داره که ساختار اون مشابه ارز فیاته و در عین حال بعضی از مزیت های کریپتوکارنسی ها رو هم با خودش داره.
یکی دیگه از کاربردهای استیبل کوین ها امکان انجام پیش شرط های قراردادهای هوشمنده. از این طریق شرکت ها میتونن با تنظیم از قبل سیستم پرداخت حقوق کارمندان رو در هر گوشه ای از جهان به صورت خودکار و هوشمند انجام بدن. در کل سیستم های گردش مالی کنده، اما از این طریق شما میتونید توی کسری از ثانیه مقادیر قابل توجهی پول رو در سراسر دنیا به گردش در بیارید. همچنین سرمایه گذاری یکی دیگه از کاربردهای اونه. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. به نظر شما آیا استیبل کوین ها گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری هستن؟ آیا این نوع از ارزهای دیجیتال تونستن توی بازار ثبات ایجاد کنن؟ خوشحال میشم نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگر از تماشای این ویدیو لذت بردید لطفاً لایکش کنید و ویدیوی دیگمون رو با عنوان شت کوین چیست حتماً تماشا کنید. فراموش نکنید چنل یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.